سلام آریا جان، های آرمین جان، چطوری؟ خوبی؟ مرسی. شما خوب هستین؟ دعوت بشم. مرسی. بحث من درباره افغانستان نیست. حالا نمیدونم این آقای فایاز اگه اومد میتونه بیاد صحبتش ادامه بده، چون من اصلا دارم درباره یه موضوع کاملا متفاوت صحبت میکنم. بفرمایید. من میخواستم بگم که در ایران متاسفانه این بربریت اسلامی شدیداً موفق هست. میخوام نظر خودم رو درباره جامعه بگم که جامعه چه شکلی شکل میگیره. بخشی چی ما چی ما بخشی من داشتم به فایز میگفتم که بعد از این میاد دوباره میارمش بالا، چون الان دیدم اومده، ولی من متوجه نشدم چی موف... چی چیه که موفق. بربریت اسلامی یعنی اون چیزایی که سعی میکنه جامعه رو بکشه پایین. و میخواستم حالا برات مثال میزنم. مثلا از دید من یک نظرم رو درباره جامعه میگم که جامعه چه شکلی شکل میگیره و فرق جامعه ایران و مثلا کشور دیگه چه شکلی تعیین میشه، و بعد مثلا میتونیم دربارهش بیشتر صحبت کنیم. من این جامعه رو مثل یک لکه جوهر میدونم یا مثل یک حلقه کش. تمام افرادی که در اون جامعه هستن یک سر این کش رو میگیرن. بعضی هستن که اصلا از اون کش که چیز نیستن، اون وسط کش هستن، وسط اون دایره هستن، کار خاصی نمی کنن. ولی بعضی دیگه هستن که یک مقدار انقلابی تر عمل می کنن و یه مقدار از اون لبه کش رو می گیرن و می کشن به بیرون، به یه سمتی جامعه رو هل می دن. حالا اون سمت ممکنه به یه سمت خوب باشه یا به سمت بدی باشه. یه مثال مثلا می خواستم بزنم. مثلا در مثلا جوامع غربی یک راهپیمایی هایی میشه که در اون خیلی از دخترها، حالا یک من مثلا از فمینیست اصلا خوشم نمیاد ولی تو این زمینه باشون نسبتا موافقم، و اینها کاری که میکنن اینه که با دخترها اصلا لباسشون رو در میارن، بدون لباس، بدون سوتیان تو خیابون راه میرن و این رو یه جوری این کارو میکنن که یه مقداری ذهن جامعه رو بکشن سمت آزادی پوشش هر چقدر بیشتر، یعنی بخوان یه مقداری از اون تعصب‌ها کمتر کنن. من تو این زمینه باهاشون نسبتا موافقم، یعنی به نظر من اینجور چیزا لازمه. یعنی اینجور اگه نباشه بعد مثلا یه نفر یه کاری میکنه همه جوگیر میشن که مثلا چرا فلان این کارو کرد و اینا، و این دقیقا همون کش است. یعنی یک عده زیادی میان جامعه رو میکشن به یه سمتی. حالا توی ایران مسلمان ها اون کشا رو واقعا به سمت خودشون کشیدن، یعنی به سمت قوانین اسلامی کشیدن، یکی یکی اووردن، تمام اینا رو یکی یکی اجرا کردن و جامعه ما به اون سمت ها خیلی به شدت رفته و از خیلی از سمت های دیگه جدا شده. برای مثال مثلا گلشیفته مثلا وقتی که اون عکس رو گرفت و اومد و مثلا با بدن برهنه عکس گرفت، اینقدر این فشار زیاد بود روی مثلا گلشیفته و حتی روی خانوادهش که مثلا من دیروز دیدم که در نهایت حتی گلشیفته اومد و حرفش رو نسبتاً پس گرفت. یعنی عیناً مسلمون ها موفق شدن توی این زمینه که اون رو به اصطلاح سر جاش بشونن، به اصطلاح خودشون، یعنی مثلا به اصطلاح خودشون ساکت. کدوم حرفش رو پس گرفت؟ گلشیفته اومد درباره اون قضیه که مثلا بدون لباس عکس گرفته بود، در نهایت اومد اینجوری گفتش که من اصلا قصدم این نبودی که بدون لباس عکس بگیرم و علتش که اینجوری عکس گرفتن این بوده که من فکر میکردم از بالای لباسم میخواسته عکس بگیره اون عکاس، ولی در نهایت با تمام بدن من عکس گرفته بود و دقیقا اینجوری توجیه کرد، یعنی گفتش که علت این بوده. خواهی من سوال بکنم، شاید یک کسی بتونه نظرش مخالف باشه با تو، بگه که اتفاقا مسلمان ها باعث شدن که سعی کردن بکشن مردم ایران رو به طرف عقاید اسلامی، ولی اتفاقا نتیجه کارشون کاملا برعکسه و مردم از اسلام به خاطر توی چهار دهه گذشته، مخصوصا تو دهه گذشته، اتفاقا
مردم اسلام ستیزتر شدن یا حتی کسایی که اسلام ستیز نبودن از حکومت دینی دیگه خسته شدن و این هیچ وقت ما نمیتونستیم اینجا برسیم که اینقدر مردم ایران به این شدت از اسلام گریز باشن، حتی اسلام ستیز هم نباشن، اسلام گریز حداقل دیگه خیلی هاشون شدن و اینو فقط به خاطر کار، یعنی اینو ما این اسلام ستیزی یا اسلام گریزی بیشتر به خاطر همون جمهوری اسلامی بوده، نه به خاطر مثلا کارهای مثل ما. خب یعنی جمهوری اسلامی توی این بیشتر از هر کسی به ما کمک کرده و یعنی تأثیر کاملا برعکسی داشته. یکی این، یکی دیگه همین که حالا این مثالی که شما میذارین که مردم مثلا عقاید محافظه کاری دارن و اینا، ببین مثلا احترام به اسلام زمان شاه تو ایران به طور از نسبی بیشتر بوده تا الان. خب و ولی این عقایدی که شما میگین، حالا من نمیدونم آیا زمان مثلا اسلام احترام به اسلام زمان شاه به طور درصدی تو ایران از الان بیشتر بوده، به شدت بیشتر بوده. خب ولی یعنی حتی کسایی خودشون مثلا اسلام یعنی نماز نمیخوندن، یه روزه نمیگرفتن، حداقل به عقاید اسلامی احترامی قائل میشدن اکثر مردم ایران اون زمان. ولی الان دیگه نه، الان دیگه مردم جوک میگن، فوش میدن، خسته شدن. ولی این عقایدی که تو داری میگی، آیا اون یعنی آیا این فقط البته تاثیر اسلام هست، ولی باید بگیم نسبت به گذشته آیا این بیشتر شده، کمتر شده؟ یعنی مثلا نمیدونم یعنی زمان شاه من میدونم مثلا فرض کنین که ما عکسایی داشتیم که تو روزنامه ها، تو مجله ها اینا زنای بی حجاب می اومدن عکس میگرفتن با تبلیغ و اینا مدل بودن، ولی اگه یک نفر کاملا بدون لباس می اومد توی مجله معروف عکس میذاشت، یه هنرپیشه معروف، آیا واکنش مردم اون موقع بیشتر بود یا کمتر بود؟ من الان نمیدونم جواب این چی میشه، ولی نمیدونم، شاید خیلی بگم اتفاقا برعکس، اینا تاثیر برعکس داشت. نظر چیه درباره حرف اولی که زدی؟ دقیقا درسته، ممکنه که مثلا فرض کن یک نفر بخواد واقعا مثلا یک حالت خیلی انقلابی داشته باشه، ولی دقیقا عکس اون جواب بگیره. و مثلا یه مثال خیلی خیلی مشخصش، مثلا بد دفاع کردن از یه چیزی باعث میشه که نه تنها اون چیز به اون سمت کشیده نشه، بلکه مردم مثلا دقیقا میاد برعکس مثلا میگن خب این طرف مثلا چقدر آدم بی‌منطقی داره بد دفاع میکنه. و درباره حرف دومی که زدی، نگاه کن، مثلا اسلام یک اون یه لبه کش نیست، میدونی اسلام خودش صد عامل مختلف داره. یعنی ممکنه مثلا فرض کن بله، ممکنه توی یه زمینه‌هایی مثلا خب بگیم خب به مردم فشار اومده و حتی اسلامو ممکنه مثلا یه مقداری کم رنگ هم شده باشه برای بعضی خاصی، ولی صدها جنبه مختلف داره که به سمت اسلام کشیده شده، چون تمام اون افراد که فعالیت کردن، تمام اون آخوندها، تمام اون حوزه علمی قم و اینا، همه اینا بالاخره بیکار ننشستن، همه اینا تا اونجایی که تونستن کشور رو اون میخه هر کدوم از اون کشور محکم کوبیدن که کشور تو اون جهت پیش بره و واقعا هم خب موفق شدن دیگه. میگم واقعا الان مثلا قدیم، من یادم مثلا تو درباره قدیم مثال زدی، مثلا فیلم در امتداد شب، مثلا دختره مثلا میومد قشنگ بدون لباس بود، یعنی سینه هاشو قشنگ نشون میداد، تو تلویزیون ایران اینجوری بود. ولی مثلا الان مثلا تنها کسایی که مثلا میبینیم مثلا خب مثلا یکی مثل گلشیفته و در نهایت هم که میبینیم در نهایت هم موفق نشد، یعنی تمام مثلا کامنت ها رو نگاه میکنه، هنوز که هنوز یک عده واقعا اصلا افتضاح زیر کامنت ها، هنوز که هنوز در حال تخریب و تخریب و هیچ کس هم زورشون بهشون نمیرسه چون تعدادشون زیاده، حتی به خانوادهش، به پدرش، نمیدونم چی، همه به همه اینا واقعا چیز میکنن، خیلی واقعا افتضاح. خب ما برای همین فمینیستی امروز هنوزم لازم داریم. من فمینیست رو کاملا، یعنی فمینیست رو سومین چیز افتضاح دنیا میدونم، اولیشو که بستگی به تعریف از فمینیستی داره. من اگه فمینیستی رو تعریف بکنین دفاع از حقوق زنان، حالا میگم مثلا اولیش که مثلا نجات پرستی میدونم، دومیشو اسلام میدونم و سومین چیز افتضاح دنیا رو فمینیست میدونم. علتش هم من خودم رو فمینیست میدونم، ولی
خب اشتباه میکنی. مثلا اگه چنل شوان هد رو مثلا نگاه کنی میبینی که، البته میگم توی اروپا مثلا فمینیست به یه معنی دیگه تفسیر شده، ولی باز همونم به نظر من اشتباهه، به خاطر که عقیده فمینیست کلن اینه که به زنها بیشتر از مردها ظلم شده. این اولین باید این شکلی باشه. نه. چرا باید این شکلی باشه؟ به خاطر نه خب تعریف تو فرق داره. خب نه تعریف نه، دارم میگم که چرا باید فمینیستی ویوای موجای مختلفی داشته خب تو طول تاریخ، و شما بستگی به تعریفتون داره از اینکه مثلا چه چیزایی رو فمینیستی میدونین چه چیزایی رو فمینیستی نمیدونین. خب من دفاع از حقوق زنان رو به اسمش میذارم فمینیستی، و احتیاجی هم وجود نداره که حقوق زنان توی جامعه از مرد کمتر باشه بیشتر باشه، حتی اگه بیشتر هم باشه معنیش نیست که به طور مطلق داره رعایت میشه. این رو زنم شه، حتی توی یک جامعه ای هم که حقوق زنها از حقوق مردا داره بیشتر رعایت میشه، اگه به طور مطلق رعایت نشه حتی تو اون جامعه ما به فمینیستی احتیاج داریم. خب ولی خب تو اون جامعه به دفاع از حقوق مردا هم احتیاج داریم. خب اینا با هم تناقض نداره، یعنی ما لازم احتیاج به رقابت وجود نداره که حقوق کی بیشتر یا کمتر داره رعایت میشه که بتونیم از جفت حقوق جفتشون دفاع بکنیم. خب حتی اگه یک ذره هم رعایت نشه، من فعالیت برای دفاع از حقوقشون رو قابل یعنی کاربردش رو میبینم. میدونی منظورم چیه؟ نگاه کن، مثلا فمینیست در پایه معنیش اینه که یک نفر عقاید داره برای عقاید زنها میجنگه، خب برای عقاید مردها نمیجنگه. یعنی نگاه کن، خب فمینیست یعنی چی؟ یعنی زنانگی تو... یعنی داره برای عقاید زن تو تعریف برای... تعریف یه تعریف عجیب غریب می‌کنی. خب اگه اینو تعریفت این باشه، خب منم مخالف اونم. خب پس یعنی مثلا میگی که اون فمینیست آیا هر دو تا جنس داره برای هر دو تا جنس میجنگه یا تعریفش خب... الان دارم نه ببین من ببین اگه شما خب من تعریفش رو دارم الان نگاه میکنم. فمینیسم تعریفش the advocacy for women's rights on the grounds of the equality of the sexes. خب پس این هیچ وقت نگفته که تبلیغ برای یعنی میشه تبلیغ برای حقوق زنان. خب نگفته تبلیغ برای برتری عقاید زنان به مردان. خب و نگفته که تبلیغ برای دفاع از حقوق زنان با هزینه دفاع نکردن از حقوق مردان. هیچ همچین حرف تعریفی وجود نداره. خب شما ببین، من میگم فرض کنیم مثلا تو کشور غربی یه مشکلی که الان وجود داره خب اینه که مردان خب توی دادگاه ها حقوقشون درست رعایت نمیشه وقتی که بچه قراره به کی برسه. خب یعنی اگه یک مادر بد وجود داشته باشه و یه پدر خوب، هنوزم احتمال این که مثلا مادره بچه رو بگیره بیشتره. خب یعنی یه موضوع هست که مثلا حقوق مردان توش درست رعایت نمیشه. خب اگه یه نفر بیاد بگه که ما میخوایم تو از حقوق مردان اینجا دفاع بکنیم و تخصصمون هم این هست که روی این موضوع تمرکز بکنیم، این همچین تمرکزی به هیچ وجه معنیش نیست که ما حقوق زنان برامون مهم نیست. این نظرم چیه؟ یک کسی میتونه تمرکز داشته باشه روی یه چیز خاص به خاطر اینکه تخصصشون اینه، یا اینکه امیالشون یا اینکه تجربه هاشون یا احساساتشون بیشتر روی یه چیزی متمرکزه. اصلا به این معنی نیست که ما هزینه داریم قرار می... یعنی ما مثلا اگه کسی میخواد حقوق زنان دفاع کنه، مثلا فرض کن ما بریم توی مصر، خب یه نفر میخواد جلوی اصلا تخصصش اینه که بیا تبلیغ بکنه جلوی FGM رو بگیرن، نمیم FGM به فارسی چی میشه، این که میبرن عادت تناسلی دختران و جوان رو میتونم، خواهد جلو اینو بگیره، ختنه دختران رو جلوشون رو میگیره. آیا این معنی اینه که اگه روی این داره فعالیت میکنه، معنیش اینه که مثلا حقوق مردا بعد ما نمیخواد کسی روی اون نباید تمرکز بکنه؟ یعنی یه نفر دیگه اگه بخواد بیاد تمرکز بکنه مثلا روی این که خب منم میخوام تمرکز بکنم که مثلا ختنه پسران رو جلوی اونو بگیرم، خب من که میبینم کسی مثلا روی این خیلی توجه نمیکنه.
خب تو برو اون رو تمرکز کن، تو یه نفر برو اون رو تمرکز کنه. اگه به خاطر اینکه اینا موضوع های مختلفی هست، روش مبارزه باش مختلفه، کسی که نمیتونه بیاد همه چی رو با هم با یک جا باش مبارزه بکنه. اگه کسی میخواد روی یه چیز خاصی تمرکز بکنه، یا به خاطر تخصصی که داره، یا به خاطر تجربه‌ای که داره، یا به خاطر امیالی که داره، این به این معنی نیست که فکر میکنه که فعالیت های دیگه حقوق بشری توی جای دیگه مهم نیست. و اون کسایی که این حرف رو میزنن، مثلا فمینیستایی که اینجوری فکر میکنن، خب بله منم مخالف اون هستم. خب مثلا فمینیستایی که فقط فکر میکنن کسایی که برای حقوق مردان دارن میجنگن تو جاهای خاصی که حقوق مردان داره مثلا رعایت نمیشه، کسایی که میگن که این بی خوده، کسی نباید این کارو بکنه، فمینیستایی که این حرف رو میزنن، من مخالف اون هستم. خب ولی بعضی از فمینیستا میگن نه، ما مخالف این نیستیم، ما داریم برای حقوق زنا اینجا تمرکز میکنیم، حقوق مردان جاهایی که رعایت نمیشه شما برید رو اون تمرکز بکنید، مشکلی نیست. فمینیست هایی که اینجوری فکر میکنن، من تازه ازشون هم حمایت هم میکنم. نظر چیه؟ نذاشتی من تعریف هم آه ببخشید من صحبت میکنم، شرمنده، بگو. خود همین تعریفی که داری ارائه میدی رو دارم میگم، من هیچ تعریفی از اون مثلا نمیخوام بگم که مثلا چه میدونم فمینیست ها الزام من دارن میگن زن ها باید حقوقشون بالاتر از مرد ها باشه. دارم همون قسمتی رو میگم که تو داخل تعریف خوندی. فمینیست ها معمولا کسایی هستن که روی قسمتی از حقوق بشری تمرکز دارن که مربوط به جنس دختر میشه. خب این جمله، همین جمله ساده، یعنی حقوق زنها گرفته شده توی بعضی از زمین ها و باید اون فمینیست ها برای حقوق زنها به تنهایی تلاش بکنن، وگرنه نمیشد. میشد اگال چی چی بهش میگن؟ اگالیست، egalitarianism میشه. خب نمیشد فمینیست. و مثلا اگه تعریف تو از فمینیست اینه، پس نظر تو درباره تمام این کسایی که مثلا روشنفکرای خارجی که به شدت مبارزه میکنن با فمینیست و آتئیست هم هستن، اکثرشون از آتئیست هستن، نظر درباره اون اشخاص چیه؟ ببین، کسی که داره تمرکز میکنه روی یک فعالیت حقوق بشری، لازمن به این معنی نیست که فکر میکنه بقیه کارهایی که برای حقوق بشر میشه لازم نیست. خب من اگه مثلا فعالیت دارم میکنم برای تمیز کردن دریا از پلاستیک، خب معنیش این نیست که فکر میکنم مثلا جلوگیری از سوختن جنگل ها مهم نیست. خب من دارم روی این تمرکز میکنم. اگه کسی داره میاد میگه که اون مهم نیست، این مهمه، خب اون داره اشتباه میکنه، اون روشش اشتباهه. خب اگه کسی داره تمرکزش، فعالیتش روی تمیز جلوگیری از پخش پلاستیک توی دریاها هست، خب و بیا این کس بگه من دارم روی این تمرکز میکنم و بیاد بگه مثلا جلوگیری از سوختن جنگل ها مهم نیست و همه باید بیان این کارو منو بکنن، خب این اشتباهه. ولی یکی بیاد بگه نه اینا همش مهمه، ولی تخصص من، کار من، میل من، تجربه من روی اینه، وقتی کسی هم اونو بقیه اونا براش مهمه، خب برای اون کارو بکنه. خب این مشکلی نداره که داره روی یه چیزی تمرکز میکنه. خب اگه یه نفر مثلا، اگه یک سری فمینیستایی داره میان میگن ببین حقوق بشر همش مهمه، خب همش مهمه، همه حقوق بشر مهمه، همه باید با هم حقوقشون برابر باشه، همه باید از حقوق همه باید دفاع بشه، خب ولی کار من، فعالیت من، تخصص من توی اون موقع‌های به خاطر که فرق داره. ببین درسته که حقوق همه باید دفاع بشه ازش، خب ولی جوری که مثلا حقوق مردا گرفته میشه یا حقوق زنا گرفته میشه با هم فرق داره، روشش فرق داره، مبارزه باهاش فرق داره. خب شما مثلا میخواین مبارزه بکنین با نژادستیزی، با مبارزه با دین، روشش، حرفاش، تخصصش، تجربهش فرق میکنه. خب یک کسی ممکنه تخصصش مبارزه با خرافات باشه، یک کسی که مبارزه با داره میخواد بکنه با نژادستیزی، حرف ممکنه استلالا رو بیشتر میشناسه، تجربه با اون، صحبت با اون افراد رو بیشتر میشناسه، میخواد رو اون تمرکز. یکی میگه من میخوام جفتش رو میخوام انجام بدم، خب تو جفتش انجام بده. یکی میگه نه من میخوام نژادستیزی بجنگم، میخوام فقط رو این تمرکز کنم، باشه. یکی دیگه میگه نه من فقط میخوام با خرافات بجنگم، باشه رو اون دو تمرکز کن. یعنی من میگم یک کسی اگه داره تمرکز میکنه توی مبارزه برای حقوق زنان، این به خودی خود معنیش این نیست که حقوق مردان مهم نیست. اگه کسی واقعا بگه بیا تبلیغ بکنه که حقوق مردان مهم نیست، خب من ضد اون حرفم. ولی این فعالیت برای حقوق زنان به خودی خود معنیش این نیست که
یه کسی من براش حقوق مردان مهم نیست، چون که فکر میکنه مثلا حقوق زنان مهمتره تا بقیه انسان‌های دیگه. اگه یه نفر مثلا اسم خودش فمینیست بذاره و مثلا بگه خب حقوق مردها، درسته ممکنه که مثلا فرض کن حقوق مردها یه جایی گرفته شده، ولی من تمرکزم رو حقوق زن هاست، برای همین اومدم اسم خودم گذاشتم فمینیست، مثلا همون کاری که خیلی‌ها میکنن. ولی برای کسی که مثلا انسان براش مهم باشه نمیاد یک طرفه، نمیاد بگه من یه کلا فمینیست. تنها کاری که الان کرده، الان البته میگم من همون اولم هم گفتم نمیدونم چرا این میگه آریا جان، اگه یک نفر همه انوایرمنت، تمام جهان براش مهمه، آیا نمیاد اگه ولی تخصصش مبارزه برای تمیزی اقیانوسا باشه، نمیاد به خودش بگه من فعالیتم، یعنی نمیاد به این بگه که، یعنی اگه یه نفر بیاد بگه من تخصصم تمرکزم، من یک فعال دفاع از اقیانوسا هستم یا دریاها و اقیانوسا هستم، اگه بیاد این لیبل رو خودش بذاره، آیا این معنیش اینه که بقیه محیط زیست براش مهم نیست؟ یعنی گذاشتن این اسم روی خودش به این معنیه که بقیه محیط زیست براش مهم نیست؟ نه، تو داری مثالی که داری میزنی مغلطه تمثیل نابجا هست، به خاطر که تو داری یک وایسا نگاه، خب نمیذاری من حرف بزنم، نه تو داری یک جزء و از یک کل مثال میزنی برای انسان در مقابل انسان، یعنی داری اقیانوس رو که که جزئی از طبیعت هست رو اصلا کلا مثال زدن، به نظر من کلا اشتباه داخل بحثون، فقط بحث نه چیز میکنی، یعنی آدم واقعا خیلی... خودت هم میدونی آدم با مثال زدن میتونه همه چیزو به همه چیز رفت بده، ولی ببین نه 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 آریا جان، یه کاری که ما هم اکثر ما میکنیم، یعنی موقع هر کسی مثال میزنه سری همه میگن که این مغلطه چیه میشه چیه مال فرق لاجیکال فارسیش به فارسی چی میشه، تمثیل نابجا، تمثیل نابجا، یا اینکه یه چیز مال فارغ نمیدونم، تا مثال میذاریم همه میگن این مغلطه بوده، در صورتی که مغلطه جای مغلطه است، این به شرطی مثال زدن اتفاقا برای شفاف کردن استدلالمون خیلی کاربرد بالا داره، موقعی مغلطه میشه که اون نکته رو که داشتی با هم شباهت داره، اون شباهتش وجود نداشته باشه، لازم نیست که کاملا یکی باشن وقتی که داریم مثال میذاریم. خب تو میگی این بخاطر که یه جز بود و کل بود، برای یه چیز جزئی رو داشتی مثال میزدی نسبت به کل، خب یعنی که مثلا اقیانوس ها و دریاها نسبت به کل حیات همه حیات نیستن و این فرق داره با اون مثالی که ما داریم میذاریم، اتفاقا این دلیلش برای همین مثال خوبیه، برای اینکه ببین دریاها قسمتی از همه محیط زیستن و یه نفر اگه داره تمرکز میکنه رو دریاها معنیش این نیست که به همه محیط زیست اهمیت نمیده، اتفاقا این مثال خیلی درستی به جایی هم هست، مثال مال فارغ نیست، و زنها یک قسمتی از همه بشریت هستن، نصف بشریت هستن، خب و چون نصف بشریت هستن اگه کسی روی این تمرکز میکنه معنیش نیست که همه بشریت براش مهم نیست، اتفاقا خیلی مثال به جایه، کجاش مثال مال فارغه؟ به خاطری که مثلا زنها حقوقشون در این رابطه کاملا با مردها مرتبط میشه، اینجوری نیست که بینشون مثل اون موضوعی که داری میگی اقیانوس با طبیعت یک مرز مشخص داره، ولی زنها وقتی مثلا الان مثلا تو نگاه کن اتفاقا به همین دلیل خیلی هم شباهت داره، بحث من الان این موضوع نیست، بحث من میگم من اصلا اون اولم گفتم من خودم هم مطمئن نیستم که وجود فمینیست ها ممکنه برای جامعه، حتی چه میدونم توی بعضی از زمینه هم برات همون اول یه مثال زدم، من شاید اینجا حتی مفیدم باشه، گرچه من میگم و خیلی دیگه مثلا تو شوانهد رو میشناسی؟ بله. یکی از کسایی که شدیدن خیلی هستن که شدیدن، یا مثلا فیلم قرص قرمز رو دیدی؟ شدیدن چی؟ نه آره اونم دیدم. شدیدن مخالف فمینیست هستن، یعنی ایده فمینیست بود. از دید الان کمتر، الان عوض شده البته، شوانه کمتر دیگه بشه، قبلا به شدت بود، الان دیگه داره همه حرفا رو، یعنی همه حرفاشو زده، ولی الان بیشتر الان داره طرفداری میکنه. یه چیز دیگه هم بگم، من اون فیلمی هم که شما میگینم دیدم، اتفاقا اگه شما دقت بکنید حتی تو همون فیلم هم بعضی از زنها، بعضی از فمینیست ها میگن که میگن بله ما اینا رو قبول داریم، خب یعنی من نمیگم حقوق مردا همیشه داره رعایت میشه،
ببین مثلا یه سری کارهایی هست که به مردها همیشه داده میشه، به زنها داده نمیشه. کارهایی هست که خیلی هزینه داره از لحاظ سلامتی برای مردها. یک توی مثلا توی ارتش حقوق مرد رعایت نمیشه، تو دادگاه ها وقتی که بچه به کی میرسه حقوق مرد رعایت نمیشه، تو کشور غربی اینا رو همه رو میدونم. توی همین هم ختنه ای هم که گفتیم کلی دفاع میشه از این که جلوگیری بکنیم از ختنه زنها، ولی از جلوگیری از ختنه مرد هم به اندازه کافی دفاع نمیشه. اینا رو من کاملا قبول دارم، اینا رو میدونم، خب، ولی به اندازه کافی نه. ولی فمینیست هایی هستن که اینا رو قبول دارن. فمینیست هایی میگن که میگن بله اینا مشکله، اینا حقوق مردا توی این موضوع ها داره لط و پار میشه و باید از اینا دفاع بشه. یعنی من میگم فمینیستی به هیچ چیزی توی تعریف فمینیستی، خب من میگم شما ممکنه تجربه بدی داشته باشی از فمینیست هایی که مخالف این چیزا هستن و منم اون فمینیست هایی که همچین حرف میزنم منم مخالف اونا هستم، ولی تو تعریف فمینیستی چیزی وجود نداره که نتونه از حقوق مخالف دفاع از حقوق مردا باشه. خب شما تو تعریفش نه، ما فمینیست هایی داریم که از حقوق زنان دفاع داره میکنن و آرزو میکنن که کسایی که، یعنی امیدشون این هست که کسایی که دارن حقوق مرد دفاع میکنن توی این موضوع ها موفق باشن. یه چیز دیگه هم که مثلا حقوق مرد تو کشور غربی درست رعایت نمیشه، مقدار خودکشی هست. مقدار خودکشی تو مردها به اندازه کافی از که حمایت نمیشه از کسایی که انگیزه خودکشی دارن تا نسبت به زنا. اینم یه مشکل دیگه هست که مردا حقوقشون به اندازه کافی رعایت نمیشه تو کشور غربی. اینم هست، اینا رو من همه رو میدونم و با اینکه همه اینا رو میدونم هنوزم من هم خودم فمینیست میدونم، هم یک حامی از حقوق مردا توی این موضوع ها. نگم فمینیست یه طرز فکر یک طرفه به موضوعات مختلفه و کسی که یک طرفه به موضوعات مختلف فکر میکنه نتایج کاملا غلط هم ازش در میاد. فکره که به شدت مرد ستیزی رو در یک جامعه راه میندازه و اصلا نه. تو خانواده ها وارد میشه این عقاید و باعث تخریب اون خانواده ها از درون، باعث تنفر پسر و نه. دختر. این مغلطه نوچرو سکاتسمنه اسکاندینیو واقعی. یعنی یا تو میای یه تعریفی میکنی خودت از فمینیستی و یه تعریف بر اساس اون تعریفی که تو داری میکنی از فمینیستی، خب منم مخالف اونم، ولی این تعریف توه، این تعریف آریاست. خب تعریف من چیزی... خیلی این حرفو میزنن الان مثلا تو خب خیلی بازم این مغلطه دیگه است، مغلطه اپیل تو پاپولاریتی. نه همه اونا روشن فکرا هستن اتفاقا، روشن فکرای غربی هستن. اینم بازم میشه اپیل تو فالس اتوریتی. خب هم تعداد کسایی که یه چیزی خب تو میگن، اصلا نمیذاری که من دلیل بیارم. اگه بذاری دلیل بیارم من برات ثابت میکنم که این همه الان گذاشتم صحبت کنی. خب بگو، نگاه کن، وقتی یه نفر از همون اول فکرش این باشه که مثلا فرض کن یه سری حقوق، نگاه کن کسی که دنیا رو زن و مرد میکنه، خب مثلا دنبال اینه که حقوق نمیدونم زنها توی این زمینه ها رعایت شده، تو چیزهایی که مربوط به حقوق زن و مرد به جدایی میشه اونقدرها زیاد نیستن که یه نفر بخواد تمام. مثلا ممکنه درباره زایمان باشه، درباره مثلا چند تا چیز کوچیک ممکنه باشه، ولی در مجموع کلمه انسان مهمه و حقوق انسان. ولی کسی آره فمینیست... یه سوال، تو اون فیلم رد پیل که نگاه کردی رو دوست داشتی؟ فیلم خوبی بود به نظرت؟ بد نبود. آره فیلمی بود که واقعیت ها رو میگفت. و کسایی که تو اون فیلم بودن، کسایی که فعال بودن تو فیلم رو قبول داری؟ کسی مثل کاری که داشتن میکردن برای کارگردانش خودش اولش که فمینیست بوده قبلا؟ نه نه، کسایی که داشت مثلا کسایی که داشتن فعالیت میکردن برای آگاهی آوردن به این چیزایی که تو به خاطر اون فیلم بهش متوجه شدی، آیا اونا رو مثلا فکر میکنی کار خوبی دارن انجام میدن؟ من که کامل نمیشناسمشون، ولی تا اونجایی که صحبتاشون تو فیلم بود آره اوکی بود. خب ببین این تناقض داره الان حرفت. خب برای اینکه اون اشخاص فعالان حقوق مرد بودن، خب و تو داری اونا رو قبول میکنی و حرفاشون رو قبول میکنی، در صورتی که کار اونها این نیست که همه حقوق بشر رو دفاع بکنن. کار اونها فعالیت برای دفاع از حقوق مرد بود
ببین تناقض داره، تو داری میگی که ولی چرا من اونا رو نگفتم، چرا مثلا اونجا داخل با فمینیست ها هم مصاحبه میشه داخل اون فیلمه، من آره؟ کلیتشون رو دارم میگم. نه ولی من میگم اون کسایی که کارش اون آگاهی اون آگاهی رسانی که داشتن میکردن اون اشخاص تو اون فیلم، به خاطر اون کارشون ازشون استفاده کردی و کار و دیدی که خوبه. خودت هم الان گفتی آره من همه کارشون رو نمیشستم، ولی بر اساس چیزی که اونجا دیدم داره خوب بود. خب ولی من منظوری نبود. خب باشه ببین، ولی از این فیلم استفاده کردی. خب ولی من میگم این استفاده که کردی، این فیلم که یه کاربردی داشت، به خاطر فعالیت کسایی بود که داشتن برای حقوق مردان میجنگیدن. خب آیا تو قبول نداری که کسایی که دارن یه تمرکز میکنن برای حقوق مردان تو این مثالی که ما زدیم، ببین یه کسی اگه بخواد بیاد مبارزه کنه برای حقوق مردان تو دادگاه‌های آمریکا که بچه فقط همیشه به مادر نره، اگه پدر مثلا واقعا قابلیت بهتری از نگهداری به بچه داشت، بعد به پدر برسه، این همه همش فقط به مادر نرسه، آیا یه کسی روی این تمرکز بکنه، روی همه حقوق بشر تمرکز نکنه و کارش این باشه، تو کار این شخص رو بیفایده میدونی؟ نه 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 من قبول ندارم. خب. یعنی من از دید من وایس آف مثلا از دید من علت وجود اون کسایی که دارن مثلا از به اصطلاح ماسکول به اصطلاح از مردها دارن دفاع میکنن، دقیقاً علتش اون فمینیسمیه که در جامعه قبلش وارد شده و وگرنه دلیل واقع نداره. یعنی دقیقاً. اون فمینیسمه باعث شده که مردها اینقدر عقب بیفتن از زنها که یه عده اومدن گفتن آقا ما اصلا ضد فمینیست هستیم، میخوایم حقوق مردها رو برگردونیم، در حالی که واقعا اونا هم وجودشون بی خوده. یعنی واقعا وجود همه اینا بی خوده، وجود چیز مهمه، وجود اون حقوق بشر مهمه که داخلش همه چیز رعایت بشه، هم به همه فکر کرده بشه. آره جان تو میگی من نمیذارم تو دلیل بیاری، ولی حرفاتو تکراری داری میگی. خب تو هی میگی حقوق بشر مهمه. خب منم همینجوری 10 بار الان گفتم بله حقوق بشر مهمه، بعضی موقع تمرکز کاربرد داره. اگه کسی تمرکز میخواد بکنه روی حقوق یک جای خاصی، یه چیز خاصی، این معنیش نیست که بقیه حقوق بشر. تمرکز بعضی موقع کاربرد داره. خب اگه کسی میخواد با خرافات بجنگه، معنیش این نیست که کسایی که فکر میکنه مهم نیست کسایی که دارن با نژاد ستیزی میجنگن. من این الان تو میگی من نمیذارم دلیل بدم، ولی همینجوری تکرار میکنی. هی میگی که نه حقوق انسان مهمه. بله حقوق بشری مهمه، تمرکز بعضی موقع کاربرد داره. من میگم هم کسایی که دارن تمرکز میکنن روی دفاع از حقوق مرد کارشون درسته، هم کسی که میخوان تمرکز بکنن روی حقوق زن کارشون درسته، هم کسایی که نمیخوان تمرکز بکنن، هم کسایی که میخوان رو همه رو با هم دفاع بکنن، میگن من نمیخوام تمرکز کنم روی چیز خاصی، همه چی رو بخوام. ببین حتی توی دینم میگم، ببین بعضیا میگن که مثلا یه سری کانالای یوتیوب هست که فقط علیه اسلام تمرکزشون مبارزه با اسلامه. خب یه سری کانالای دیگه هست که تمرکزشون فقط مبارزه با مسیحیته. خب و یه سری کانالای دیگه میگن نه ما همه دینا رو با هم میخوایم بزنیم، همه رو دینا رو. کدومش درسته؟ همش درسته. بعضیا میان میگن آرمی، مثلا تو کانال انگلیسی به من میگن آرمی تو از بقیه این کانال بهتری، به خاطر اینکه تو همه دینا رو میزنی به جای اینکه فقط مثلا اسلامو بزنی یا مسیحیتو بزنی. من میگم نه، کار ما درسته نیست، خواست منه که من همه دینا رو بزنم. ما احتیاج داریم یه کانالایی که تمرکز بکنن فقط روی اسلام، ما احتیاج داریم یه کانالایی که فقط تمرکز کنن روی هندوئیسم، احتیاج داریم. اگه یه کسی میخواد همه دینا رو با هم بزنه، همه رو با هم بزنیش، مشکلی وجود نداره. اگه کسی فقط داره رو اسلام مسیحیت میکنه، معنیش تمرکز میکنه، معنیش این نیست که فکر میکنه که اونایی که رو مسیحیت دارن تمرکز میکنن کار اشتباهی میکنن. من الان اینو چندین بار گفتم، تو هم دلیل خودت تکرار میکنی. من نمیدونم چند بار دیگه اینو بگم. داریم توی دایره هستیم الان. نگه حرفت مثل این میمونه، یعنی حالا البته میگم واقعا مثال زدن مقداری همه بحث الان خود مثال پرت میکنه، ولی حالا من اینقدر تو مثال میزنی، منم مجبورم یه مثال الکی مثال کاربرد داره مثال کاربرد داره. اون حساسیتت با مثال چیه؟ مثال برای شفاف مثال چیزیه که ذهن آدمو کاملا از حقیقت منحرف میکنه، ولی خب حالا اتفاقا شفاف سازی میکنه. منم یه مثال خوب استفاده بشه شفاف سازی میکنه. حالا من میخوام یه مثال نسبتا اشتباه برای تو بزنم. نگاه مثل این میمونه، مثلا اگه ما بگیم انسان مساوی انسان، مثل این میمونه مثلا تو جامعه ترکیه ما بگیم خب بیایم یه عده بیان برای حقوق مثلا فرض کن کردها در ترکیه مبارزه کنن، چون کردها در ترکیه حقوقشون گرفته شده. در واقع نباید این شکلی باشه، ولی به خاطر اینکه مثلا فرض کن یه ایده خراب دیگه مثل نژادپرستی مثلا اومده، مثلا دارم میگم که مثلا فرض کن
ترک ها باعث شده که مثلا از کردها فاصله بگیرن، ولی اگر اون نباشه اصلا دلیلی به این وجود نداره که مثلا فرض کن یه نفر بیاد مثلا از مردها دفاع بکنه. چرا مثلا فرض کن به مردها حقوق مساوی در گرفتن بچه ها داده نمیشه، در صورتی که واقعا این باید زیر پوشش حقوق بشر بهش نگاه کرده بشه. و آدمایی که خیلی یه طرف نگاه میکنن نتایج اشتباه میگیرن. من اینو میتونم بگم. در صورت حالا جواب تو بده، من زیاد بحث نمیخوام بکنم. نه من میخوام میذارم حرف آخر خودت زده باشی، برای اینکه ولی بعضی میگن من نمیذارم تو صحبت کنی، ولی الان همه نکته‌ای که میخوای بگی رو گفتی دیگه، چون من میخوام برم سراغ بقیه. حتما آره، ولی آره. گذاشتم نکته‌ای که میخوای بذاری بگی رو گفتی، درسته؟ آره گفتم تقریبا. آره. یعنی چون من ترجیح میدادم قسمت به قسمت جواب بدم، ولی اوکی باشه. خیلی خوب، مرسی آریا جان. من خیلی ببین با اینکه اختلاف نظر دارم، من لذت میبرم که میای، برای اینکه به چالش میکشی واقعا لذتش برای من بیشتره تا کسایی که میان فقط موافقن و حرفن. برای همین ممنون که میای. ممنون قربانت، خواهش میکنم. فعلا خداحافظ.